سلام و درود، صدای مرا دارین دوستان؟ بله بله بسیار خوبم داریم، بفرمایید. خوش آمدید. سلامت باشید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و ارادت دارم خدمت بزرگان و دوستان. نشر کتاب زیر عنوان افغانها و افغانستان را بر استاد لعلزاد گرامی مبارکباد میگویم. امیدوار هستم که استاد بزرگوار همیشه بنویسند و ما مشتاقانه بخوانیم. ما از مقدمه پرهیز میکنم و میرم روی اصل مطلب. در مجموع یک آفت و غربتی که متاسفانه روی تاریخ نویسی افغانستان وجود داره او کنون اندیشی است و این حس استغنای فهم از تاریخ به جای از اینکه ما را به آگاهی تاریخی برسانه، متاسفانه غربت و بیخانمانی تاریخ را بیشتر کرده. از این لحاظ ما دغدغه می است که تاریخ یعنی گذشته. وقتی ما او را با حال وصل می کنیم یک نوع سودجویی است و این سودجویی طبعا یا مصادره می شه به قوم یا به یک گروه یا به یک جریان. به این لحاظ ما کوشش میکنم از حال بپرهیزم و روی یک منظومه کلی از تاریخ نویسی افغانستان داشته باشم. تاریخ نویسی افغانستان به زعم من خلق الساعه نیست، متأثر از الگوهایی است. وقتی تاریخ نویسی میگم منظورم تاریخ نگاری نیست. میان تاریخ نویسی و تاریخ نگاری تفکیک وجود دارد. تاریخ نویسی ما نزدیکترین تأثیر را از تاریخ نگاری تمدن مسلمانان پذیرفته و این تمدن مسلمانان با حفظ اعتقادات دینیشان متأثر از سه فرهنگ است: فرهنگ عربی پیش از اسلام، فرهنگ ایرانی و فرهنگ یونانی و اسکندرانی. ما در فرهنگ پیش عرب اسلام هم ایام العرب را داریم، علم الانساب را داریم، بحث رجال را داریم و لایه هایش بحث عهد عتیق و اسرائیلیات. در بحث فرهنگ یا سنت ایرانی یا سنت باستان که او جهان تمدن ماست، در واقعیت ما متاثر از اندیشه فرایزدی است و بحث نظریه هفت اقلیم و قدسی دیدن ساحت شاهنشاه. ما در سنت ایرانی یا سنت باستان ایران منابع تاریخی داریم ولی متن تاریخ نگارانه نداریم. منابع تاریخی ما وقتی ما ورود میکنیم سطح از قدسی پنداری دیده میشه. شما در هیچ جای پیدا نمیکنین که شاهنشاه جای شکست خورده باشه. هر جای که از شاهنشاه پیروز است، نماینده خداست و جانشینی خدا. از این لحاظ خواستم این منظومه را داشته باشم که ما را در تاثیر تاریخ نویسی ما داشته باشیم. بعد سنت اسکندرانی و یونانی است. در فلسفه یونان باستان، مشخصا فلسفه افلاطون و ارسطو، افلاطون سایه علم و غیر علم با دو تا مفهوم مشخص میگه. یک مفهوم اپیستماس و بعض دیگهش دوکساس. ساعت معرفت حقیقی از نظر افلاطون اپیستماس و ساعت غیر علمی ظن و گمان است. در تقسیم بندی افلاطون علم تاریخ علم نیست، ذیل دوکساس یعنی ظن و گمان. و بعد ارسطو را ما داریم. در ارسطو هم در فلسفهش تاریخ نازلتر از شعر است و باورش این است که شعر، حداقل ما با خواندن شعر تخیل شاعر را درک میکنیم، ولی از اینکه تاریخ با امر جزئی و فردی درگیر است،
و نمیتونه دانش انجاری خلق کنه و از این لحاظ علم نیست. این سه تا فرهنگ باعث میشه که به نوعی ورود کنه بنابر عوامل مختلف در تمدن مسلمانان، و تمدن مسلمانان در بحث معرفت تاریخی متاثر میشه. و ما میبینیم که در تقسیم بندی علومی که فارابی و ابن سینا میکنه، تاریخ به عنوان یک هویت مستقل علم نیست. بعد ما اینجاست که در تمدن مسلمانان یک گسست داریم، گسست بین گفتمان قرآن و گفتمان تاریخ نگاری مسلمانان. در گفتمان قرآن که ما میبینیم سه تا رویکرد نسبت به تاریخ وجود دارد. اولی که یک تفسیری که از سوره و العصر وجود دارد، فهم تاریخی ها اجتهادشان این است که عصر زمان است و این زمان در انحصار تاریخ است، یعنی گویا خدا حجت داده و قسم خورده به تاریخ. به این لحاظ اولین عظمت ما با والعصر میبینیم. بعد روی کرد قرآن یک روی کرده، سه تا روی کرده مشخص نسبت به تاریخ دارد. یک روی کردش روی کرده تعویلی و هرمنوتیکی است، منظورش از تاریخ میخواه حکمت ایجاد کنه. بحث دیگه بحث عبرت است و وقتی میگه قد خلت من قبلكم سنتی فسیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبت المکذبین، یک بحث میشه عبرت. بحث روی کرده دیگه قرآن گزینشی است، انتخاب میکنه رویدادهای تاریخی و در این گزینشش گاهی نام میبره و گاهی نام نمیبره از واقعهای تاریخی. به این لحاظ او جایی که نام میبره منظورش است که خرافات زدایی کنه. مثلا وقتی میایم میگه عیسی بن مریم، یعنی تاکید میکنه که شما از انحرافات بزدایید و برای ما تلقین میکنه که عیسی پسر مریم است. ما در برای بعضی ها شاید پنداشتی باشه که نسبت تاریخ با قرآن چیست. قرآن یک کتاب هدایتگر است، شما چرا این را به تاریخ وصل میکنید؟ نه، ما به عنوان یک منبع نخستین میگیم باید ملگوهای برای ما بالاخره قرآن میده. ما بخشی از قرآن داریم که به جد روی داستانهای تاریخی تاکید میکنیم و از این لحاظ ما پیام ما در فهم قرآنی است که انسان به عنوان فاعل شناسا مطرح است و قرآن تاکید بر عقل میکنه، نسبت این تاریخ را با عقلش مشخص میکنه. وقتی ما میبینیم داستان عاد و سمود و کهف و یوسف و هر چی که است میبینیم، در آخر میگه افلات و در بیرون افلات و تعقلون افلات فکرون، یعنی ما را با دعوت به عقلانیت میده. ولی ما در تاریخ نگاری تمدن مسلمانان یک گسست میبینیم. این گسست ای است که شما بله دو دقیقه وقت دارین. ما دو دقیقه میخواستم نقد یک منظومه را برای چی بکنم. درست است، به هر حال ما در طبری میبینیم، یعنی این گسست گفتمانه که طبری وقتی میاد روایت از تاریخ میکنه میگه که زمین در شاخ دو گاو استاد شده، یعنی وقتی تکان میخوره زلزله میشه. این یک گسست است. به هر حال ما فشرده اگر بکنم، ما دستاورد یک دستاورد است تاریخ نگاری تمدن مسلمانان، ولی روی کرد ما یک تحولی که در قرن 18 اتفاق میفته روی تاریخ نگاری بحثی میتودولوژی است و این روش. و ما این منظومه تاریخ نگاری ما در تمدن ایرانی ما میبینیم که بعد تغییر یا پارادایم که ایجاد میشه، دارالفنون در ایران است و بحث طرزی ما در افغانستان داریم که با سراج الاخبار اتفاق افتاد و این روی کرده جدید در تاریخ نگاری میشه. میایم روی کتاب، اگر اجازه بدین من فشرده اگر وقتم تمام است که خداحافظی کنیم. استاد گپایتون بسیار شیرین است، چون سخنرانات تعدادشون زیاد است، به او خاطر اگر بسیار کوتاه در حد یک جمله دو جمله تکمیل بکنین گپتونه، به شما دوباره باز اگر در ادامه برنامه فرصت بود برمیگردیم. سلامت باشین. خب درست است، من فکر کردم که برای ما حداقل 15 دقیقه. به هر حال من روی سودمندی کتاب صحبت کنم. کتاب نامش بسیار گویا و شنواست،
من با این نام موافق هستم. من با یک تصحیح کار ای کاش به جای افغانان دید. یک این نام بسیار شنواست. فهرست مطالب بسیار جامع است. شما از مسالک الممالک تا نقشه ها تا منابع تاریخی تا اسناد، معنایش این است که بسیار زحمت کشیده، وقت گذاشته و من واقعا از این منابع ها مختم و از این جهت بسیار غنی است در قسمت منابع. دو بحث سودمندی دیگهش بحث فهرست مطالب است که در فهرست مطالب یک توالی زمان و ازمنگی دیده میشه و این هم یک سودمندی است. و سودمندی دیگهش نویسنده با کلام روایات مخالف است، بسیار به جزئیات توجه کرده و این جزئیات هم خودش یک بخش مثبت است. اما در ناسودمندی سودمندی های دیگر هم داشت که من از او عبور میکنم. در ناسودمندی کتاب بگویم که من به عنوان یک شاگرد تاریخ فهمی من ای است که این کتاب کتاب تاریخی نیست، این یک نوع دانشنامه یا دایره المعارف است. و از بحث دیگر در بحث روش اگر ما بیاییم، این کتاب نسبتش با روش مشخص نیست. وقتی ما پای به میتودولوژی را میکشیم باید الزامیت روش را بفهمیم و او است که روش با مسئله شروع میشه. وقتی کارل پوپر میگه که مسئله زاده معرفت آدم است، یعنی مسئله چیز شما باید ابهام زدایی کنید. مثلا اگر واضح بگویم شما سالیاد تولد دوست ما است، در میان کادوها کادوی ما چیست؟ این کادو در این مشخص نیست که مثلا کادوی آقای لرزاد چی است که ما بفهمیم چی چیزی را میخواه کار بکنه که دیگرها او را کار نکرده. این بس مسئله خواستم روی این مسئله تاکید بکنم که مسئله نداره و در سطح تقسیم بندی روشی یک تتبوس، یعنی پژوهش نیست. تتبو به این معنی گردآوری است، یک قسم انفارمیشن است، اطلاعات عمومی و نسبت مورخ با رویدادها با منابع معلوم نیست. مورخ به قول آبرماس باید او دخالت بکنه با متن، او فهم رهایی بخش داشته باشه. تشکر آقای بیانفر، نقدایتان بدون شک استاد نوت گرفتن. در اگر پاسخ داشتن حتما میگن. فکر میکنم در بخش از این که گفتین افغانان باشه به جای افغانها، فکر کنم افغانان باشه، فکر میکنم که افغانها سوچه فارسی میتونه باشه استاد ستار، مثلا اگر مشتبه نکنم. سلام، نه بحث افغان ما یک نوع کسرت و وحدت هست. بله دقیقاً. خب بعد دیگر موضوعاتی که شما پرداختین نقدایی کردین استاد، هستن باز نظرشون هم داشته باشیم.